حزب عدالت و توسعه تحت رهبری اردوغان کارنامه اقتصادی نسبتاً موفقی را طی 19 سال صدارت خود در صحنه سیاسی ترکیه به نمایش گذاشته است. اما آمارهای اقتصادی این کشور طی هفته‌های اخیر سیر نزولی داشته و ارزش پول ملی این کشور به شدت کاهش یافته است. عواملی مانند کاهش درآمدهای ارزی این کشور از طریق مبادی گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بحران مالی در حال گسترش اروپا و افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی و همچنین تضادهای سیاسی ترکیه با شرکای غربی در اروپا و آمریکا در چهار محور قره‌باغ، سوریه، همکاری نظامی با روسیه و تضاد منافع با یونان در شرق مدیترانه در کاهش ارزش پول ملی ترکیه و به تبع آن افت اقتصادی این کشور تأثیر بسزایی داشتند. اما یکی از کلیدی ترین عوامل در بحث مدیریت پول ملی در اقتصاد ترکیه مسئله مربوط به نرخ بهره است. با توجه به افزایش روزافزون قیمت دلار در ترکیه، بانک مرکزی این کشور طی تصمیمی غیرمنتظره نرخ بهره را کاهش داد، امری که در صعود قیمت دلار مستقیما تاثیرگذار بوده است. برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی کاهش نرخ بهره اقدامی ناهماهنگ و نادرست میباشد و به کاهش بیشتر ارزش پول ملی ترکیه خواهد انجامید. اما اردوغان و تیم اقتصادی وی معتقدند برای کنترل اقتصاد این کشور مهمترین عامل مهار تورم است و از دیدگاه آنها نرخ بهره بالا عامل اصلی تورم در ترکیه است. برخی دیگر از تحلیلگران به ویژه مخالفین اردوغان میگویند که وی با کاهش ارزش پول ملی ترکیه به دنبال توسعه صادرات، جذب گردشگر و جذب سرمایه‌گذار خارجی است. اما این ادعا از سوی وزارت اقتصاد ترکیه تکذیب شده است. ناگفته پیداست که اهمیت به اولویت دادن به چنین سیاست مالی بهای سنگینی در پی خواهد داشت و با توجه به کاهش ارزش پول ملی طبقه متوسط و پایین این کشور را تحت فشار اقتصادی قرار خواهد داد. اردوغان و تیم اقتصادی وی همکنون با تصمیم بسیار مهمی روبرو هستند. از یک سو برای مهار تورم کاهش نرخ بهره را ابزار مالی مهم تلقی می کنند و از سوی دیگر نیز چنین اقدامی باعث کاهش ارزش پول ملی این کشور می شود. اردوغان بر این باور است که اقدامات وی نه در کوتاه مدت بلکه در دراز مدت نتایج مثبتی در پی خواهد داشت. اما او نیز به خوبی می داند که در کنار مسائل امنیتی، رفاه اقتصادی مردم و عملکرد مالی دولت تعیین کننده نتیجه انتخابات پیش روی ترکیه خواهد بود.